میمان هستیم دیگه، از ما پیسه خو نمیگیری نه؟ ها؟ دوله دو چشم صدقه چشم، شوقی میکنیم. تو نفره که مستقیم ببینین معلوم میشه که چشمش مشکل داره. الرژی داشته باشن یا حساسیت داشته باشن، باز عینک های آفتابی است برشان تجویز میشه. طرف بالا، پایین، بالا. درسان اوزام ادامه داره دیگه. تصمیم دارم دو سال دیگه هم بخیر خارج از کشور تحصیل کنم. سلام و شب همه بخیر، آرزوی صحتمندی و سلامتی یک و یک شما هموطنهای عزیز دارم. شبهای کابل است، بنده احمد فیصل هستم در خدمت شما. امشب ما آمدیم به سطح شهر و برنامه را از همین جا آغاز کردیم. ما فعلا به شب از دیگه مطمئن هستم که شما هم دیدن هم میتونید، دلم کاملا جمع است. فعلا ما به نزدیک پل باغ عمومی هستیم، همی پل که استاده هستیم، پل لرزانک میگن. و امشب ما یک مهمان داریم، داکتر صاحب، یکی از جوانایی که نام خدا بسیار جوان فعال رسیده با استعداد که داکتر چشم هستن، داکتر صاحب احمدزی. امشب با اونا هستیم و از همینجا کامرمن نگفتم که بخیر دیگه کامرا را آماده بساز که قصه کده بریم به طرف مهمان برنامه. شما کم بیش مطمئن هستم نمای شبای کابل هم میبینین، اگرچه اینجا قدر چراغان نیست، باید داخل شهر است، خوب همتو چراغان باشه، خوب همتو فضا پر کیف باشه که آدم در قدم زدن از طرف شب لذت ببره. با آن هم دیگه هرچی که هست بازم هزار بار شکر. خب همتو آستان میریم، این پل لرزانک آمز دیگه وقتی که آدم را میکنه کم بیش میلرزه. این پل حال خوبتر شده، قبلا خب دست گذشته ها حتما از اون پل های بسیار چی بوده که بسیار خرد بوده، زمانی که تیر میشیدی با رسمان ها بسته بوده، دیگه گذشتن هم بسیار مشکل بوده. حال خود اگه کمک خوبتر شده و بهتر شده. اما تو پیشتر میریم، شما هم چند تصویر از شبای کابل ببینین، انشالله برنامه را خدمت شما میداشته باشیم. یک برنامه خوب اما تو بسیار مزدار خدمتون تقدیم میکنیم. خب دوستای عزیز، چند تصویر از شبهای کابل دیدین. مهمان ما هم رسیده بخیر، همینجا هست دیگه. گفتیم ما زیاد منتظر ماندین. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین، صحتمند، آرام آرام است. دکتر صاحب احمدزی احمدی، جوان بسیار توانا و فعال، اینال سلام و عرض ادب تانو میتونی خدمت ما و هموطنا داشته باشی. سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون آریانا. احمدزی احمدی هستم، اپتومتریست و مسئول عمومی دبی عینک فروش. بسیار خوب دکتر صاحب احمدی، بیشتر همی دکترها دوستا دمی درس و تحصیل و چیزا بودن و کمتر چی میگن در برنامه و در بعضی چیزا اشتراک کردن، همی رقم است؟ بله، زیاد مصروفیت ها بوده، نمیتونستیم رسیدگی، مصروف تحصیل بوده دیگه، مصروفیت ها بوده. خوب است، متاسفانه رسیدگی نتونستیم. خوب است، انشالله دیگه یک برنامه خیلی خوب خدمتتون با دکتر صاحب آماده میسیم. دکتر صاحب کدام طرف است ماینه خانه که بریم؟ همون طرف ماینه خانه ما، طرف تیمورشاهی است. اما تو میریم خیلی دعوت میخوریم میریم دبی. آه درست است، خوب است. خب اما تو قدم هم گیر میکنیم آرام آرام که کامرمن ما نفت خدا اینا خواست. خوب است، دلچسب‌تر میای، راحت‌تر. چطور از کدام نقطه کابل برای خودت لذت بخش از قدم زدن در اونجا، قصه کردن با رفیقا دوستا؟ والا کابل همه جایش بسیار زیبا است، بخصوص مرسای کارتچار شارنه بسیار خوش دارم.
خب میگفتی که همون طرف میرفتیم. خیر اینجا به خاطر که با ماینه خانه نزدیکتر از همینجا بهتر است. شوخی کردم ولی خوبتر میشه. همینجا خوبتر است. همینجا خوبتر است که نزدیک ماینه خانه هستیم. ببین چشمای ما رو ببینیم دکتر صاحب. تو نفر که مستقیم ببینین معلوم میشه که چشمش مشکل داره. آلرژیش معلوم میشه. چشمش سرخ بگرده. دافتاب حساسیت داشته باشه چشمای خود جمع کنه واضح‌تر معلوم میشه. اما ضعیف بودنش باز معلوم نمیشه. باید تست شوه یک بار. همین چشم چی فایده داره؟ که آدم زیاد بخوره که همین چشم سالم و چی میگن؟ همه تو خوب دید قوی داشته باشه، هم دوربین هم نزدیک بین. با چشم زیادتر ویتامین سی بخورن، میوه‌جات بخورن، سبزیجات خوبتر است، مفیدتر است. ما میریم قدم زده با دکتر صاحب، انشالله چند تصویر خوب مقبول برتون تقدیم میکنیم تا ای که ما میرسیم اونجا بخیر. خیر ما را پیش کنه. ما زیاد قدم هم زدیم و دیگه متاسفانه که نتونستیم موفق شویم تا هنوز سر نخود نوشیجان کنیم. حتما دکتر صاحب خوش ندارن که دل از میان همشه که پیدا نمیشه. میفهمم خوب خسته شده این، اما او طرف نبود، حتما نوخت شده رفتن. این طرف خوب است، یک شور نخود هست بردانه. خب اینی میشه یک دو کراچی هست، نمیفهمم که شور نخود داره یا نداره. ام نزدیک ماینه خانه هم هست دیگه. میریم یک بار میبینیم. برای شما معلوم است خود داشته باشه؟ بله معمولا میباشن این تایما. میریم یک بار میبینیم. خوب است. دکتر صاحب در قدم زدن نام خدا بسیار سرعت داره. دیگه هرچی کدم من گیر کده نتانستمش. چطور همیشه در این راه خیلی بسرعت میری؟ ما معمولا در راه زیادتر کوشش میکنم زودتر به هدف برسم، تیزتر برسم. تا هنوز دیگه نرسیدیم به هدفتان؟ 50% رسیدیم دیگه، بازم کوشش دارم. خب حال باشی 50% برای ما بگو، برای دوستان بگو که چی بوده 50% خودت رسیدی. من همیشه پلانای کلان دارم، پلانای بزرگ دارم، در موقف بالا برسم. فعلا یک دکان دارم دیگه، بازم کوشش دارم که از اور کلینیک بسازم، شفخانه بسازم، مقام های بالاتر برسه. خوب است. دوستان شما بیننده باشین، ما اینمیجا یک شور نخود نوشجان میکنیم. اینه براستی که شور نخود هست، نفر گزینه شور نخود. انشالله یک برنامه خوب خدمتان تقدیم میکنیم. بیا بخیر که خدا توبه ما را قبول کرد. باش که من این نزدیک رفیق ما بیایم، چهره شام اگر خم آشناست. دکتر صاحب تنها رفیق خودت نیستی، رفیق ما هم هست. یک بار پیش آمده بودم. بله آقای، زیادتر وقت می باشه نمیجه. سابقه دار است. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هست تکرم. میمان دوست دارین یا نه؟ چرا؟ برای میمان تان یک شور نخود مزدار. مقصد شور نخورد شور نخود. شور نخود. یعنی شور نخود دیگه، از زیاده میزه نفر که پشتانه میاد شور نمیخوره. نه دیگه. خوب است. یک شور نخود مزدار هم تو تند تیز میخوریم دوستا. من مطمئن هستم که دلکای شما معو میشه. خیر ببینی. معمولا خودت از طرف شب میایی؟ همون رقم است؟ 4 بجه حرکت میکنیم. خب خانه کجاست؟ خانه هم چند دول نزدیک است. خب دیگه خیلی دمی قدمی هستی دل جمع. دکتر صاحب خودت هم شور نخود میخوری یا نه؟ یا هیچ خوش نداری؟ دم نزدیک ماینه خانه هستن دیگه، هر روز از پیشان میگیریم. یعنی میخوری خودت؟ آه مشتری همیشه گیشان هستیم. خوب از دیگه دکتر صاحب خواهی بیایی طرف، بیایی که گپای خودت هم داشته باشیم. این دکتر صاحب خدمت خودت. نه شما بگیرین. ما یک رقم دوستا همیال همی او دان و مقرد کده میرم. یک رقم چی میگن به میگه دمی شکم گشنه جنگ نمیشه نه؟ اما تو هست؟ خوشمزه است؟ بله بسیار خوشمزه است. یعنی دوستان شما میتونید بیاین این طرف پل لرزانک نزدیک پل باغومی. پیش همی رفیق ما نام خودم نگفت. نام رضا در تمیرشایی بیا. رضا دمی این رسته تمیرشایی که خوب دکانای سینمای تمیرشایی دیگه. ما خو نوجوان اینمی آدم ها که نفهمن اجاره ما پیدا کردن نمیتونیم. بیننده باشین، ما میره نوش جان کنیم، انشاءالله صحبت ها رو میداشته باشیم.
از راستی که دکتر صاحب همه قم مزدار هستی، این مرد سخی بسیار با اخلاصی را جور میکنه. من بسیار دیر بود ما همین چور نخود مزدار خوردیم. راست میگن مادر جو چور نخود خوردیم، اما قسم نیست زحمت میکشن. دیگه هر کار که به مو اخلاص باشه مزش خدای پاک مزش صد چند جور میکنه. میمان هستیم دیگه، از ما پیسه خو نمیگیری نه؟ ها؟ دوله دو چشم صد که چم شوخی میکنیم دیگه، خود دیگه زحمت میکشی. یک ما تو نیست، یک فامیل است. انشالله دیگه دو سه ما میرم میخوریم باز بخیر میریم. خب دوستا رسیدیم بخیر پیش معاینه خانه دکتر صاحب. دکتر صاحب هم دیگه فکر میکنم تا آن وقتا میباشه، مشتری داره دیگه. خوش آمدین به معاینه خانه. بله معمولا تا ساعت 8 بجه نوبه شب مریض میداشته باشه. خوب است خوب است. یک رفیق ما دکتر دندان است و همیشه میگه دعا کن که مریضان زیاد شد میمو بدارن. ما بر تو دعا کنیم که مردم دندان دار چه و چه رقم. ما برعکس بازه قسم نمیگیم، میگیم که چشمایتان سالم باشه. و مو چیزایی را که میگم باید از مراحت کنن، چشمای سالم برخوردار باشن. خب او رفیق ما دکتر دندان است، گاگای امرو شوخی میکنیم دیگه، بازوام همین شوخی را میکنه. نه خدای پاک هیچ کس مریض نسازه، خدای پاک کلگی را صحت و سلامت داشته باشه. بفرمایید. خب آمدیم به معاینه خانه دکتر صاحب و دکتر صاحب هم کدام مریض آمده بود رفت خدمت از اونا. همینجا یک دوست ماست، میخوایم امروز از اونا یک دقیقه صحبت کنیم ببینیم که فعالیت عزیز ما چیست. سلام، خوب هستی؟ بخیر. سلام برسه خدمت شما بیننده های تلویزیون آریانا. مسیح هستیم، یک تن از فروشنده های عینک در شهر کابل و همچنان عینک ساز دبی آپتیک. خب بسیار خوب. مسی جان چند ساله هستی؟ نام خدا قدر تجربه کافی داری؟ من 18 ساله. نام خدا در 18 سالگی دیگه آینک میسازه. دوستا گفتن که کارخانه همی خود آینک اینا را کارخانهش مربوط خودت میشه که باید تولید کنی بسازی. بله بله. خب بسیار خوب، انشاءالله از اوجم از جریان فعالیت های شما بعض تصاویر می داشته باشیم. میشه در مورد فعالیت هایتان بگین؟ بیشتر کم بیش ما هم گفتیم، خودتان اگر بگین خوبتر از برای دوستا. ما اینجا عینک های نمره هم داریم، ساده هم است. باز عینک های نمره کسی که چشمشان ضعیف باشه همراه موبایل کمپیوتر و چراغ موتر چیزا زیادتر مشکل داشته باشن یا حساسیت داشته باشن، عینک های نمره است جور میشه برشان تهیه میشه. و کسایی که همراه آفتاب هم الرژی داشته باشن یا حساسیت داشته باشن باز عینک های آفتابی است برشان تجویز میشه. خوب است. بسیار خوب. با چشمای ما چه رقم یک سایز دیزاینی دوستایی که میان تو چی میگن به حساب استایل هم فرمایش میده؟ بله بس خاطر استایل هم است. خب ببینیم که مسیح جان بر چشم ما به میسای فیس روی ما کدام عینک انتخاب میکنن؟ یا فیس میگن نایفم قالب روی میگن چی میگن؟ همین دیگه واژه دریش همین لحظه فراموشم شده. مقصد برای ما عینک خوب نمیگه. نه بیخی چهرهتان میشینه با چهرهتان. بله بس یک بار تجربه میکنیم. دینا کم بد نمیگه دوستا، خوب میگه نه؟ بله. اگه ای باز که در روی تا نمیشینه خوشتان آمد که برتان دیگه چه بوده بشه. خب یک از دیزاین دار بگه نه دیگه، شما بر شما معلوم از دوستا زیاد مراجعه میکنن. خب نمیفهم، ما زیاد آینک تجربه نکردیم دوستا، نمیفهم خوب میگه نمیگه. نمیفهم دیگه، بچه های فلم سابقه ور معلوم نمیشه؟ نه. خوب از دوستا شما هم بیننده باشین، دکتر صاحب هم میریم خدمتشان و صحبت ها را می داشته باشیم. هم باشیم دقیقا دوستا که صحت ثروت است. دکتر صاحب انشالله که مریضی که مراجعه کردن مشکلشان حل شده باشه. بله چشمایشان هم آینه کردیم، مشکلشان حل شد و همکارا برشان آینک توصیه کردن.
خوب است. اینجا یک بکس هم دیدم، دوستا شما میشه ببینید، یک بکس بسیار مجهز، شاید اگه عکس میزنم لنز و بعضی چیزهایی که نیاز است نی با چی میگن نمره چشم باشه. این سیتی رفرکشن نام داره. اول بیاین چشمتان یک تست میکنیم ببینیم چشمتان، یعنی ضرور است ما باید یک دفعه چشم. خوب است دوستا، ما یک بار میبینیم که چشم مشکل داره نداره، توکل به خدای پاک. انشالله که دکتر صاحب ما را یک دلجمی میتد. اگه کدام مشکل خونید دکتر صاحب؟ خوشبختانه فیصل جان چشمتان کدام مشکل نداره، الرژی دارین. شما تلفن کامپیوتر در مقابل آفتاب که میگردین یک آینک استفاده کنین. یعنی من باید آینک استفاده کنم؟ یک آینک که فلتر شکن باشه در مقابل نور تلفن شای بنفش کمکتان کنه. خوب است دوستا، میفهم که نیاز است، بخاطر از اینکه ما معمولا با دفتر با کامپیوتر، گاهی وقت با تلفن و گاهی چشم سرخ هم میشه، نمیفهم از تاثیر بیخیوی میباشه، دلیلش نمیفهم چی خواد باشه. اما اینجا خوب نه، شما معاینه که انشالله که مشکل نبود. بله میبینم. کدام طرف هست؟ طرف بالا. پایین. بالا. پایین. طرف چپ. اینی رو دیدنم. بالا. پایین. هیچ چشمتان رو هم دیده هیچ مشکل ندارم. پایین. طرف چپ. طرف پایین. بالا. پایین. چشمتان مشکل نداره. در مقابل آفتاب یک آینک اوتومات میگیرید که در آفتاب رنگ رنگ شد از سر سفید. خوب است که دوستا چشم مشکل نداشت. دوستا ماینه خانه رو بسته کردیم دیگه، ناوقت شب شده کم و بیش. امروز دکتر صاحب گفتیم داخل موتر یک چکر بزنیم و کم و بیش قصه هم کنیم. دکتر صاحب احمدزی عزیز برای ما بگویه که عروسی کرده نکده؟ یک بار عروسی کرده، دو بار عروسی کرده؟ فعلا عروسی نکردیم، نه از تحصیلات خلاص شدیم دیگه. بخیر تحصیلات خلاص شد. خب یعنی درسان اوزام ادامه داره دیگه؟ تصمیم دارم دو سال دیگه هم بخیر خارج از کشور تحصیل کنم. نه دیگه، کمر بسته کرده دکتر صاحب، میخواه که بخیر دمو قله های موفقیت برسه. انشالله دیگه همه هموطن ها، ما هم دعا میکنیم بر کل هموطن های ما، بر کل جوان ها. بسیار گپ خوب است. خب قسمی که من میبینم خودت در فامیل در بین برادرها بسیار آرام عاجز، همیشه هم متوجه درسایت بودی، شوخی نکدی، چی میگه دیگه، اما تو یک آدم که گوشگیر بودی. در وقت شوخی کردیم در دوران طفولیت، نال دیگه هم سنه هم اجاب نمیکنه، در وقت شوخی کردیم. خب سن سال تو هم دیگه نام خدا نو جوان هستی یا جوان هستی دیگه؟ جوان گفته میشیم دیگه، 28 28 سال عمر داری دیگه، نام خدا جوان هستی. خب چطور است که رفیقام گاهی وقت قدم گیر میکنی، یکم شب نشینی داری نداری، یا فقط میری خانه و میای کار؟ بعضی رفیق های صمیمی می هست که از مکتب هستن یا از پنتون هستن، همراه از اونا میریم. بعضی اوقات روزای جمعه باشه یا مراسم خوشی باشه اشتراک میکنیم. حتما شما هم بیننده باشین، شبهای کابل ادامه داره، صحبت ها رو می داشته باشین. گاهی وقت که دمی موتر آدم دست میزنه، این رفیق ما دیده چطور تو
دلجه هم تیر شد، خود متوجه نبود که کمره بود. گاهی وقت در موتر آدم دست میزند یک برقک میتنه، امی لحظه من همون رقم شده. خب کدام طرف بریم بخیر؟ در این موتر میگم. خب 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 امی طرف میریم دیگه. دوستا امشب ما مهمان دکتر صاحب هستیم، زیاد اصرار کردن، گفتیم اگر باز مهمانی چون قبول نکنیم باز ناراحت نشن از ما، اگر نه ما مردمای بسیار رحمت و عاجز و فقیر و بسیار رحمت و بی آلایش هستیم. شما خاص خود هستین، مهمان دوست خداست، ما مهمان دوست داریم. خوب است دیگه، خدا کنه که اشتیاج باشه. ما خود شور نخود هم خوب شکم سیر خوردیم. بیاین دوستای عزیز، آمدیم به رستوران دیگه، غذا هم آماده شده، بخیر نوش جان میکنیم دیگه، جای شما هم خالی باشه. مسیح جان هم لالای خورد احمدزی عزیز است دیگه، فکر میکنم پسکرکی شاید باشه این رقم است. بله خورد خانه است. خورد خانه عاجز است یا شوخ است؟ بله اینا برعکس شوخ هستن، عاجز نیستن. پیشوری کمره خود کم بیش عاجز گرفته. مسیح جان چطور از برنامه تا این لحظات برات خسته کن خود تمام نشده؟ نه زیاد خوشایند بود. جوان های امروزی بیشترشان با تکنولوژی و نمیفهم با این چیزا زیاد سر کار دارن، نه باید خوب مغزای فعال داشته باشن. خوب از ما خود اگر گذشت ما یک شوخی کنیم، نه دیگه باش دوستان اگر که نه خودت هم سنت خورده است. سنم خورد نیست خود، یک کمک دلزنده هستم. نه خودت چی میگی؟ جوان ها به نظر چه رقم باید باشن؟ شوخ باشن؟ آرام باشن؟ جوان ها باید شوخ باشه، به خاطر وضعیت کنونی کشور که هست یک کم تو جنگ زده است. خب شوخ باشن خوب تر است. دوستا نانم سرد میشه و قصه ها خیلی زیاد است. شبای کابل همینجا ختم میکنیم، گپک های دل از اینا رو بسیار کوتاه کوتاه میشنویم از شما را. باز در آخر از دکتر صاحب که زیاد زحمت کشیدن تشکر از زحمات از اینا، ما اصلا این رواداری به زحماتشون نداشتیم، فقط امو برنامه را ثبت نکردیم، برای ما همه چیز بود اما اینا دیگه اصرار کردن. خب مسیح جان گپ دلت هم تو دمی ده ثانیه بگو. فقط امی که امن و امان زندگی کنیم کافی است. دکتر صاحب عزیز گپ دل خودت هم میشنویم. ما دو پیام دارم برای جوان ها و برای دوستا. یک پیام مهمی است که در مقابل چشم خدا بسیار شاید متوجه باشن، یعنی منظور دکتر صاحب، خب دکتر چشم است، میگه چشمتان متوجه باشین که یک سرمایه بزرگ است، وقتی که انسان نمیبینه دیگه خدای ناخواسته، یعنی چشما بسته هیچ چیز آدم دیده نمیتونه، یک نعمت خدای پاک است. بله بسیار اساس باشن. و پیام دوم همی است که جوان ها از این تعصب چیزا چیز جور نمیشه، برادری و اتحاد. گپ خوب است. دکتر صاحب تشکر از شما، از شما مسیح جان، از هموطنهای عزیز. شبای کابل بود که خدمت شما تقدیم کردیم، امید یک برنامه خوب و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا شبهای آینده خداوند یار و مددگارتان، از دعای خیرتان ما را فراموش نکنید.